نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز شنبه نهم جمادی سال سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با ظلم هایی که در دوران خلافت عثمان و حکمرانی معاویه در شام نسبت به ابوذر غفاری صورت گرفت فرمودند عثمان ابو را به شام تبعید کرد و در آن زمان سرزمینی تحت عنوان لبنان وجود نداشت و تمامی سرزمین های آن دیار تحت عنوان شام نام داشت چرا که لبنان از جمله سرزمین است که طی سال اخیر از شام جدا شده است معاویه نیز ابوذر را نزدیک خود در دمشق قرار نداد بلکه او را به سرزمین جبال که در حال حاضر با آن منطقه جنوب لبنان گفته می شود فرستاد معظم الله در ادامه فرمودند ابوذر هم طی مدت اقامت خود در آن, در آن منطقه که مدتی به طول انجامید موفق شد که تعدادی از ساکنان آن منطقه را شیعه کند وقتی که معاویه از این ماجرا خبردار شد به عثمان نامه نوشت که اگر ابوذر در این دیار باقی بماند تمامی شام از دست خواهد رفت لذا عثمان به معاویه پاسخ داد که او را به مدینه بازگرداند ایشان در رابطه با نحوه بازگرداندن ابوذر به مدینه توسط معاویه فرمودند ماویه ابوذر را به بدترین شکل ممکن به مدینه بازگردانید و در تاریخ نوشتند که ابوذر را سوار بر شطور کردند بدون آنکه بر روی شطور پارچه‌ای بیافکنند و بدن ابوذر بدون هیچ پوشاننده‌ای به بدن شطور چسبیده بود و با این وضعیت او را به بدترین و سختترین شکل ممکن به مدینه بازگردانیدند با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم سوار شطورش کرد بدون اینکه رو شطور یه پارچه ای چیزی باشه پاش جسم یعنی رونش و ساقش و اینا چسبیده بود به بدن شطور وقت بدن شطور هم استخونات مثل تیر آهم میمونه پاشو از زیر بستن از شام تا مدینه دو هزار کیلومتر بیشتر کمتر بردنش اصلا پیادش نکردن که یه چیزی نوشتن که من تو تاریخ غیر از این مورد ندیدم نوشتن وقتی که به مدینه رسید ابوزر رو پیاده کردن گوشتای رونش ریخت از چیز شده بود بعدم تصویرش کرد به ربزه که دو ربزه هم نوشتن از گرسنگی مرد ابوزر